جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو ما را همراهی می‌کنند. خوش آمدین آقای برزگر. نظرسنجی گمان خبر از عدم مشارکت 74% مردم در انتخابات امروز میده که دلیل نزدیک به 60% اونها مخالفت با کلیت نظام. آیا میشه گفت برای همینه که علی خامنه‌ای و نظام از عدم مشارکت مردم در انتخابات و نتایج و تأثیراتش نگرانند؟ خب بله، نه فقط نظرسنجی گمان بلکه چند نظرسنجی دیگر هم که در روزهای گذشته به طور جسته و گریخته نتایج اونها منتشر شده بودند حکایت از این دارند که چیزی که در واقع کمتر از 30% از واجدان حق رأی در این به اصطلاح انتخابات یا مراسم رأی گیری به شیوه جمهوری اسلامی شرکت خواهند کرد. این در واقع به معنای اون هست که بزرگترین شکاف ممکن رو ما در جریان انتخابات و مراسم رأی‌گیری در جمهوری اسلامی در روز جمعه 11 اسفند شاهد خواهیم بود و این البته برای جمهوری اسلامی که عادت کرده بوده که از رأی شهروندان استفاده ابزاری بکنه و اون رو نشانه ای از پذیرش خودش و مشروعیت خودش قلمداد بکنه و به ویژه در عرصه بین المللی بر اون تکیه بکنه، این ابزار مهم از دست جمهوری اسلامی گرفته خواهد شد. کما اینکه در جریان انتخابات مجلس سال 98 و 1400 همین اتفاق افتاد، منتها الان بعد از انقلاب زن زندگی آزادی و اون در واقع نمایش باشکوهی که از آگاهی شهروندان ایرانی در سال گذشته ما دیدیم، میبینیم که در واقع شهروندان ایرانی نه تنها آگاه هستن به حقوق خودشون از این بابت که به عنوان شهروند چه حقوقی دارن، بلکه به وظایف خودشون هم آگاه هستن و به اون عمل میکنن و شرکت نکردن در یک مراسم رأی‌گیری نمایشی که در نهایت به توجیه و در واقع پایمال کردن خون جوانان ایرانی انجامه خودداری میکنند. از این جهت شرکت نکردن مردم در انتخابات قطعا برای علی خامنه ای و جمهوری اسلامی وضعیت خوشایندی نخواهد بود. کلا آقای برزگر به نظر میرسه که میشه گفتش که رای گیری امروز از همین جهتی که شما بهش اشاره کردیم با رای گیری ها در دوره های قبل کمی متفاوت. منتقدان و مخالفان و خانواده های دادخواه خیلی صریح میگن که شرکت نمیکنن، حتی دعوت میکنن که دیگران رای ندن و این رو تبلیغ میکنن. تحلیلتون از این صراحت تبلیغات برای رای ندادن و اعلام اینکه رای نمیدن چیه؟ خب ببینید، یک تجربه تلخ با هزینه‌های سنگینی در واقع مردم ایران دارند. خب شما در نظر بگیرید بعد از دهه سیاه 60 در وقتی در و دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، وقتی که مردم احساس کردند که شاید این امکان وجود داشته باشه یا میشه این فرصت رو به حکومت داد که از راه صندوق رأی و از یک راه مسالمت آمیز مدنی شرایط رو تغییر بدن، در دوم خرداد 76 پای صندوق های رأی رفتن. چند بار دیگر همین اتفاق افتاد، ولی خب تجارب تلخی مثل انتخابات 84، مثل انتخابات 88 و آنچه که بعدها اتفاق افتاد در دهه 90 به طور قطعی مردم رو به این نتیجه رسوند که در واقع نمیشه انتظار داشت که از طریق اصلاحات یا از طریق صندوق رأی و از طریق مشارکت در انتخابات سرنوشت جمعی رو تعیین کرد و جمهوری اسلامی رو وادار به تجدید نظر در روش‌های غیر انسانی و غیر خردمندانی کرد که در واقع زندگی ایران و خزندگی و هستی ایران رو به مخاطره انداخته. امروز این خودآگاهی در بالاترین حد خودش نمایان شده و البته در شرایطی که مردم به صراحت در خیابان‌ها شعار می‌دادن و خواستار سرنگونی و گذار از جمهوری اسلامی بودن، طبیعتاً دعوت به شرکت نکردن انتخابات نیازمند صراحتی با اون اندازه نیست. ولی خب به هر حال آنچه که مهم هست این هستش که این خودآگاهی در میان آحاد مردم ایران شکل گرفته، این اتحاد نظر وجود داره که در واقع از جمهوری اسلامی باید گذر کرد و راه گذار از جمهوری اسلامی از طریق صندوق‌های رأی و رأی‌گیری که این حکومت برپا می‌کنه نیست. ممنون از توضیحاتتون. جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو.